سیزده آبان نماد است در دل خود در عقبه خود معانی فراوانی دارد که این معانی همه برای ما درس است باید اینها رو به یاد داشته باشیم تمع ورزی آمریکا وابستگی رژیم طاغوت با آمریکا و فساد اون دستگاه ایستادگی ایمان متکی به بصیرت امام بزرگوار و مردم حضور نسل جوان شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل حیمنه و چهره آرایش کرده و بزک کرده آمریکا اینا همه در دل کلمه سیزده آبان است رهبر انقلاب اسلامی در صحبت خود به تک تک مناسبت 13 آبان اشاره کردند و حقایق مربوط به هر یک را بیان کردند. ایشان ماجرای مسئولیت غذایی اتباع امریکایی در ایران قبل از انقلاب را نشانه تمع ورزی و روح استکباری امریکا دانستند و با اشاره به فریاد امام راهل برای گرفتن حق ملی مردم در سال 43 گفتند این فریاد که پاکیزه ترین فریاد در آن زمان بود نشانگر ایمان همراه با بصیرت امام و مردم بود که 14 سال بعد نتیجه این فریاد در پیروزی انقلاب اسلامی مشخص شد حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت نهفته در کشتار دانش آموزان در 13 آبان سال 57 به وسیله مزدوران رژیم ستمشاهی را حضور در صحنه نست جوان بیان کردند و افزودند این حضور در صحنه در طول سی و یک سال گذشته همباره بوده و اکنون پرنشادتر از گذشته ادامه دارم و اما تسخیر لانه جاسوسی امریکا در سال 58 دیگر مناسبت 13 آبان بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن تاکید کردند واقعیت این مناسبت شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنی امریکاست حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان بزاهر دوستانی دوستانه رؤسای جمهور امریکا در دوره های مختلف گفتند اگرچه این سخنان در ظاهر نرم است اما در باطن همان پنجه چودنی در زیر دستکش مخملی است ایشان درس گرفتن از حقایق مناسبت های 13 آبان را مورد تاکید قرار دادند و خاطر نشان کردند با تأمل در حقایق این مناسبت بزرگ میتوان متوجه شد که آن جمعیت محدودی که در 13 آبان سال گذشته در خیابانهای تهران بر ضد این مناسبت شعار دادند در واقع به دنبال زنده کردن هیمنی امریکا، پنهان کردن سلطه طلبی آن و زیر سوال بردن حرکت عظیم ملت ایران در مقابل ظلم بزرگ امریکا بودند که البته شکست خوردند. رهبر انقلاب اسلامی شکست فتنه سال 88 را نمونه بارزی از حضور تأثیرگذار و هوشمندانه جوانان ارزیابی و تاکید کردند فتنه سال گذشته که فتنه بزرگی بود و سالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطعی خطرناکی در پشت آن نهفته بود به همت حضور پیشگامانه جوانان در صحنه شکست خورد. ایشان با تاکید بر اینکه گردانان اصلی فتنه سال 88 در طراحی پیچیده خود به دنبال تسخیر ایران بودند افسودن در این میان عوامل فتنه که اکثر آنها ندانسته وارد این ماجرا شده بودند بدون آنکه خود متوجه باشند در جهت اهداف طراحان اصلی حرکت میکردند و این موضوع نیازمند تحلیل های دقیق روانشناختی است که چگونه ادعی ندانسته به دشمن کمک کردند رهبر انقلاب به پیشرفت‌های برجسته علمی، فناوری، سیاسی و عمرانی در کشور اشاره کردند و افسودن. امروز سراسر کشور کارگاه بزرگ کار و تلاش و خدمت به مردم است و جوانان به عنوان موتور این حرکت عظیم در کنار تجربه و کارآزمودگی مدیران زمین ساز افتخارات روزافسون برای کشور هستند.